سلام، جمعه 23 مهر 89 15 اکتبر 2010 میلادی در مورد 9 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه دو تن از مادران داغدار یا مادران پارک لاله به همراه دخترانشون دستگیر شدند. خانم اکرم نقابی مادر سعید زینالی دانشجویی که 11 سال پیش بعد از وقایع 18 تیر ناپدید شد و هنوز از او اثری نیست و خانم ژیلا ترمسی مادر حسام ترمسی دانشجویی که اخیراً از زندان آزاد شده و بعد از آزادی از زندان با ناراحتی‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنه، بیماری کلیه و بیماری‌های دیگه که هنوز هم از اونها رنج می‌بره، با هجوم مأموران امنیتی به همراه دو دخترشون دستگیر شدن. روزنامه دولتی ایران چند روز پیش نوشته بود که مادران پارک لاله با مجاهدین خلق و از اون طرف با خانم رهنورد ارتباط دارند. به هر صورت اطلاعیه مادران پارک لاله هر نوع ارتباطی با هر سازمان سیاسی رو انکار کردند و به درستی بیان کردند که تنها چیزی که اونها رو دور هم جمع میکنه پیگیری خون عزیزانشون و پیگیری مسببین و آمرین و عاملین کسانی هستند که به فرزندان اونها رو کشتند یا شکنجه کردند یا دستگیر کردند. به هر صورت این مبارزه ادامه دار و پیگیر مادران پارک لاله به مرحله‌ای رسیده که حکومت نشون میده که چقدر وحشت داره و با دستگیری روز گذشته خودش نشون میده که حتی از یک مادر داغدار مثل خانم نقابی هم که 11 سال فرزندش ناپدید شده میترسه و این ترس خودشو با دستگیری و با حمله به منزل، بردن کامپیوتر، وسایل، مدارک، همه چیز کاملا نشون داد. نکته دومی که آقای محمد سلامتی طی نامه‌ای به وزارت کشور معاونت سیاسی اعلام کرده که این چه حکمی است که برای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صادر شده که نه ما حکم رو دیدیم، نه دادگاهی دعوت شدیم، نه در دادگاهی شرکت کردیم و فقط اعلام شده که یک حکمی در یک جایی داده شده. بنابراین آقای سلامتی اعلام کرده که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به فعالیت خودش ادامه خواهد. نکته سوم این که لیستی از یارانه های دولتی که وزارت ارشاد به روزنامه ها میده منتشر شده که کاملا نشون میده که در سه ماهه سوم سال 88 کیهان، روزنامه‌ای که به بیت رهبری متصل هستش، 490 میلیون تومان برای سه ماه کمک دریافت کرده و روزنامه وطن امروز که به آقای احمدی نژاد وابسته است 100 میلیون تومان، اما روزنامه‌های مستقل‌تر مثل اعتماد یا تهران امروز تنها 10 میلیون تومان یارانه دولتی دریافت کردند. یعنی کیهان 49 برابر روزنامه اعتماد از دولت کمک گرفته، ضمن اینکه دنبال آگهی دولتی هم میگرده و ضمناً تیراژش برابر اطلاعاتی که من دارم 53,000 تا بیشتر چاپ نمیکنه که از این مقدار بیش از 12-13,000 تاشو به دستگاه های دولتی و زندان ها و هواپیمایی و اینجاها میده، بقیه هم که به دکه ها میره هیچ کدوم به فروش نمیرسن. به این ترتیب باید گفت کیهان به ازای هر یک روزنامه‌ای که ممکن است در کیوسک فروش بره گرونترین روزنامه دنیا باید محسوب بشه. نکته چهارم این که آقای کروبی در مصاحبه با مجله نیویورکر تأکید کرده بر تداوم جنبش سبز، بر زنده بودن و عمق و وسعت جنبش سبز. همینطور ایشون مطرح کرده که شکنجه های وحشیانه در زندان ها ادامه داره و سرکوب های حکومت در خیابان ها و عدم اجازه دادنش باعث شده که شما میلیون ها نفر رو در خیابان ها نمی‌بینی و اگر حکومت حتی یک بار نترسه و
اجازه بده که مردم بدون ترس و وحشت و بدون سرکوب در خیابان ها باشن، اون وقت آقای کریمی گفته دی خواهید دید که میلیون ها نفر از مردم حضور خودشون اعلام میکنن. ضمن اینکه باید گفت این تأکید آقای کریمی بر تداوم جنبش کاملا نشون میده که جنبش درسته که تظاهرات خیابانی، اعتراض خیابانی رو فعلا به وقت دیگه موکول کرده، اما در اشکال دیگه مشغول برنامه ریزی و سازماندهی است که با روش های دیگه در واقع اعتراضات و مبارزه خودش و به خصوص فلجسازی حکومت رو ادامه بده. نکته پنجم این که در نمایشگاه دیجیتالی تهران در غرفه شوراهای هماهنگی سایبری انقلاب اسلامی که احتمالاً از مؤسسات نزدیک به کودتاچی‌ها باید محسوب بشه یا مجموعی از مؤسساتی که به کودتاچی‌ها و یا سپاه نزدیک هستن، سرودی تحت عنوان منافق منافق خون جوانان ما میچکد از چنگ تو پخش میشه و روی مانیتور بزرگ این غرفه عکس‌های آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن خمینی، محسن رضایی و باهنر، محمد رضا باهنر در واقع میاد و دیده میشه. جالبه که این محفلا و این دعواهای درون حکومت در این ابعاد و در این نقاط و اشکال دیده میشه و مهم نیست که حالا این غرفه و این شورای هماهنگی سایبری انقلاب اسلامی به کجای حکومت وصله، مهم این است که انقدر اختیارات دارن که کسی نمیتونه بره بهشون برخورد بکنه. نکته و کسی با اونها کاری نداره. نکته ششم این که آماری از گمرک منتشر شده که نشون میده در سال گذشته 55 میلیارد دلار واردات کشور بوده و در 6 ماهه اول امسال واردات 30 میلیارد دلار بوده، متوسط هر ماهی 5 میلیارد دلار، یعنی حدود 9% افزایش واردات در کشور بوده، اما در بخش کالاهای اساسی مثل گندم، فولاد و سایر کالاهای اینچنینی 20% ما افزایش واردات داشتیم. ذخایر ارزی ایران رو در حدود 80 میلیارد دلار برآورد کردن و به این ترتیب دیده میشه که با حجم وارداتی که کشور داره درآمد ذخایر ارزی ما حداکثر تکافوی یک سال تامین کشور رو میکنه. نکته هفتم این که آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در طول سفر آقای احمدی نژاد در هیچ کجای عمومی با آقای احمدی نژاد دیده نشد و تنها از طریق ویدیو کانفرانس با آقای احمدی نژاد صحبت کرده، ما هیچ ملاقات و هیچ حضور علنی نداشتند و ظاهرا این از ترس اسرائیل و ترور آقای حسن نصرالله بوده. به هر حال در ایران اخبار تلویزیون آکنده شده از سفر آقای احمدی نژاد و جالب سایت های طرفدار آقای احمدی نژاد پر شده از اخبار سفر آقای احمدی نژاد و سایت هایی که با او خوب نیستن و طرفدار آقای خامنه ای هستن پر شده از اخبار سفر هفته آینده آقای خامنه ای به قم. از همه جالبتر جهان نیوز بود که نوشته نجات معدنچیان شیلیایی روز چهارشنبه توطئه استکبار بوده برای اینکه خبر سفر آقای احمدی نژاد رو انعکاس ندن در دنیا. نکته هشتم این که روسیه 100 میلیون دلار دیگه خرید تسلیحاتی از اسرائیل خواهد کرد و قرارداد مونتاژ هواپیماهای بدون سرنشین رو که اسرائیل اجازه داده منعقد کرده و اون رو با اجازه اسرائیل در روسیه مونتاژ خواهد کرد. همینطور روسیه یک مقامش اعلام کرده که سیستم ضد موشکی دفاعی S-300 رو به کشورهای عربی خواهند فروخت و گفته حتی احتمالاً پول بیشتری هم از ایران دریافت خواهند کرد. اگر روسیه این کار رو بکنه، عدم توازن استراتژیک ایران با کشورهای منطقه باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. و اما نکته آخر، یکی از بچه‌ها برای من ایمیلی رو فرستاده بود و در اون ایمیل عکس‌هایی رو فرستاده بود از اسکناس نویسی که با ماژیک شبرنگ روی یک سری اسکناس ها کرده بود با طرح‌های مختلف و عکس‌هایی که گرفته بود در شب که چطور برق میزنه و از من خواسته بود که به دوستان یادآوری کنم که اگر از ماژیک های شبرنگ برای اسکناس نویسی
استفاده بکنن در طول شب بسیار زیباتر دیده میشه و میتواند که پیام ما رو به هر حال و در هر حالی برسونه. اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایرانی.